آقای دکتر توفیقی، چرا اظهار نظرهای صافی گلپایگانی که یکی از مسن‌ترین و کهنسال‌ترین مراجع تقلید قم هست که انتقاد کرده از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ارتباط نداشتن این کشور با سایر کشورهای دنیا اینقدر باعث انتقاد تند اصولگرایان شده؟ ببینید، به خاطر اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی را اگه بخوایم در یک جمله خلاصه بکنیم، عبارت است از نظامی که تمام هویت خودش رو مبتنی کرده با دشمنی بر آمریکا و اسرائیل، اختلاف افکنی در میان کشورهای منطقه و تلاش برای صدور انقلاب اسلامی، به گونه ای که پرداختن به این استراتژی و میشه گفت هدف اصلی جمهوری اسلامی باعث شده که این نظام از سایر اموری که وظایف یک نظام سیاسی و مأموری برای اداری امور مردم هست باز بمونه. و همونطور که آقای صافی در این در واقع خیلی بیان ساده‌ای گفته که قهر و دشمنی شما با کشورهای دیگه در واقع منجر به ضرر مردم میشه و این باعث شده که از لحاظ اقتصادی مردم در فشار قرار بگیرن. اهمیت این بحثان به خاطر این هستش که خب ما میدونیم که پشت قضیه اصلی این سیاست دشمنی جمهوری اسلامی با امریکا و اسرائیل قرائت خود آقای در واقع خامنه‌ای هستش و طبیعتاً این انتقادی که آقای صافی بدون نام بردن البته از کشورها کرده، ولی خب مشخصه که الان ایران به خاطر دشمنی با بورکینافاسو و جیبوتی نیست که مثلا دچار بحران اقتصادی، تحریم و این وضعیت نابسامان زندگی مردم شده، بلکه اون اهداف ایدئولوژیکی که ایران در دشمنی با آمریکا و اسرائیل تعریف کرده باعث شده که ایران در این مردم ایران در این وضعیت قرار بگیرن. و از اونجا من تصور میکنم که این یادداشت آقای شریعت مداری از اونجای مهمه که اگر تا مثلا حالا یکی دو روز قبل که مخصوصا دادستان کل کشور هم وارد قضیه شد و گفت مثلا باید برخورد بشه با کسانی که به آقای صافی مثلا توهین کردن، و بعد از این مسئله آقای شریعت مداری که دیگه یک آتش به اختیار به حساب نمیاد، همه میدونن که آتش توپخانه کیهان به بیت رهبری در واقع فرمانش وصل هستش، و خب طبیعتاً این یادداشتی که آقای شریعت مداری به نظر من نوشته، به نظر من نظر صریح بید خود رهبری و آقای خامنه‌ای هستش که صحبت‌های یک مرجع تقلید 103 ساله رو هم بر نمی‌تابه. به جز این میتونیم بگیم که این اظهارات صافی گلپایگانی در حقیقت نمونه ای از اختلاف حوزه علمیه قم با جمهوری اسلامی و زاویه‌ای که با اون داره؟ خب ببینید، اختلافاتی که بخش‌های سنتی‌تر حوزه‌های علمیه با ساختار ولایت فقیه و حتی در دوره خود آقای خمینی هم بود، اما خیلی بروز نمی‌کرد، گرچه در اون دوره هم مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله شریعت مداری در واقع حذف شدن. اما واقعیت مطلب این هستش که در حال حاضر آنچه که جمهوری اسلامی، یعنی در واقع مراجع نگران این هستن که این شکافی که بین مردم و جمهوری اسلامی به وجود اومده به ضرر در واقع حوزه‌های علمیه و مراجع سنتی داره در واقع تموم میشه، و اونها فکر میکنن که جمهوری اسلامی هم داره خودش رو به کام نابودی میکشه و هم در واقع مراجع و مذهب و دین رو، که البته بررسی هایی که هم که در سطح جامعه انجام شده در واقع همین دین گریزی رو در مردم کاملا نشون میده. ممنونم از شما دکتر آلانه توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودید.